صبح بخیر. یه تشکر مخصوص هم باید بگیم به برادر مجید. هر روز صبح یک شنبه صبح اینجا صبح زود اینجا آجا امروز صبح هم اومدم دیدم که همه چی رو ستاپ کرده. دست طرف نکنی واقعا ممنون برادر مجید. شامل تمامی نکنم آره هستش واقعا با چهار فرانسه هست. اوکی. اکثر مردم دنیا به دنبال خوشبختی هستن. شما هستید به دنبال خوشبختی؟ مایک بالاتر. نه. ما هممون به دنبال خوشبختی هستیم. اینطور نیست؟ آمین. میخوایم خوشبخت بشیم. برای همین مهاجرت کردیم. اینجا اومدیم که خوشبخت بشیم. تحصیل میکنیم، بچه همونه تشویق میکنیم برای تحصیل، برای اینکه خوشبخت بشن، آینده خوبی داشته باشن. پسنداز میکنیم برای خوشبختی. پسنداز میکنیم برای اینکه میخواییم در آینده خوشبخت باشیم. انتخاب رشته تحصیلی همینطور. رشته تحصیلی رو انتخاب میکنیم. فکر نمیکنم کسی رشته تحصیلی رو، حالا ممکنه بعضیا انتخاب بکنن رشته تحصیلی رو برای اینکه دانششون بیشتر بشه، ولی اکثرا برای خوشبختیه و فکر کنن خوشبختی در درآمد بیشتره. خوشبختی از نظر دنیا یعنی داشتن پول بیشتر، داشتن امکانات کافی، رفاه کافی، پس انداز کافی و غیره. اینا چیزایی که دنیا حتما شما هم شنیدید، چون بعضی از شما هم همین فکر رو میکنید که خوشبختی در ایناست، ما خوشبختی رو در اینا میبینیم. اما برای یک ایماندارا خوشبختی، معیار خوشبختی فرق میکنه. اینا نیست. وظیفه ما به عنوان ایماندار خوشبخت کردن خودمون نیست. خداوند نگفت خوشبخت باشید. برید خوشبخت باشید. خدا گفت برید مقدس باشید. چون راز خوشبختی در اینه. و مقدس بودن یعنی شبیه عیسی مسیح شدن. سعی و تلاش ما این باشه که مقدس باشیم. هرچقدر ما بیشتر شبیه عیسی مسیح بشیم، خوشبختی رو بیشتر تجربه میکنیم. عیسی مسیح خوشبخت‌ترین انسان روی زمین بود. اما هیچی نداشت. وقتی که روی صلیب رفت، تنها یه خرقه از او به جا موند. یه لباس از او به جا موند. هیچی نداشت، نه خونه ای داشت. اومدن پیرویش کنن و به یکی گفت من نه خونه ای دارم، نه جایی برای سرنهادن دارم، چرا میخوای دنبال من بیام؟ چون اگه دنبال این هستی که من چیزی بهت بدم، اشتباه اومد. چون خداوند رو خوشبختی رو برای ما آماده کرده. سعادت و خوشبختی به دست آوردنی نیست که ما دنبالش بریم. خوشبختی و سعادت یک هدیه یه کتاب مقدس میگه که خدا اون رو به ما میده، اون رو به ما داده. پیغام انجیل اینه که خدا مایل ما رو خوشبخت و سعادتمند کنه. پیغام انجیل این نیست که ما رو ازمولایی کنه، نمیدونم مؤمن کنه، متدین کنه. هیچ کدوم از اینا نیست. مسیحیت برای این نیست که شما متدین بشید. مسیحیت برای اینه که شما خوشبخت بشید. نمیخواد دست و پا رو شما رو با دین و مذهب و شریعت و نمیدونم اینو بخور اونو نخور، اینو بپوش اونو نپوش ببنده. میخواد شما رو خوشبخت کنه. این راز خوشبختیه. این خوشبختی با بالا پایین رفتن وضع اقتصادی از بین نمیره. بعضی ها هستن، من میشناسم ایشون، هر وقت باشون صحبت میکنم میگیش نرخ دلار یه دیر رفت بالا، اومد پایین، پوند چقدر امروز، نگرانه، چون میخرن میخ میشن دائما و تمام امید و خوشبختی و سعادتش بستگی به قیمت پوند و دلار داره. این نوع خوشبختی ای که خدا به ما وعده داده با وضع اقتصادی از بین نمیره، چون بستگی به اتفاقات اطراف ما نداره، بلکه به وعده های خدا بستگی داره که از بین رفتنی نیستن.
در کتاب مقدس هیچ آیه ای رو پیدا نمی کنید که نوشته باشه باید به دنبال خوشبختی برید و اون رو به دست بیارید، چون خوشبختی رو نمیتونیم در دنیایی پیدا بکنیم که تا خرخره زیر گناهه، تا خرخره تاریکه، توش عدالت نیست. ما خوشبختی رو چطور میخواییم از این دنیا به دست بیاریم؟ در مورد خوشبختی به ما دستوری داده نشده در کتاب مقدس، اما در مورد شادی آیات زیادی هست، در مورد آرامش آیات زیادی هست که به ما داده شده که شاد باشیم، چون شاد باشیم یعنی خوشبخت هستیم، آرامش داشته باشیم و شادی ما تضمین خوشبختیه. چون خیلی از افراد، حالا توضیح میدن، رفاه دارن، پول دارن، ولی شادی و آرامش ندارن، شادی و آرامش تو زندگیشون نیست. چرا شاد باشیم؟ چون خوشبخت هستیم و این خوشبختی تضمین شده است. سوال اینه که خوشبختی چیه؟ خوشبختی چی هست؟ چون هر کس تعریفی از خوشبختی داره. آیا رسیدن به خواسته ها و آرزوها باعث خوشبختی میشه؟ چون هر کدوم از ما که اینجا هستیم ممکنه آرزویی داریم، خواسته ای داریم، و اون آرزوها دنیوی، اکثرش شغل عالی، مدرک عالی، پسنداز عالی، همسر عالی و چیزها و چیزهای دیگه. فکر کنیم اینا همه خوشبختیه. تقریبا میتونیم بگیم به جرأت تمام مردم در مردم دنیا در آرزوی خوشبختی هستن، برای خوشبختی کار میکنن، تحصیل میکنن، ازدواج میکنن، پسنداز میکنن، و جالبه هر کس تعریفی متفاوت از خوشبختی از دیگری داره. یه تعریف یک جا و متحدی با هم نداریم که شاید از دیگری متفاوته. شاید برای همینه که بیش از 2 میلیون کتاب و مقاله در مورد خوشبختی نوشته شده، بیشتر از 2 میلیون. اگه سرچ کنید تو آمازون و جاهای دیگه میبینید چقدر کتاب راجع به خوشبختی نوشته شده. عده‌ای گفتم خوشبختی رو در داشتن همسر خوب، کار خوب، درآمد خوب، آینده خوب، خانواده خوب، بدن سالم و از اینجور چیزا میبینم، و البته نظرات عقیده زیادی در مورد خوشبختی وجود داره. هر نویسنده‌ای یه نظری داده. خیلی از مردم لذت و خوشگذرانی رو با خوشبخت بودن اشتباه میگیرن. خیلی به هم نزدیک هستن اینا، و خیلی از افراد لذت و خوشگذرانی رو با خوشبختی اشتباه میگیرن. چرا؟ لذت و خوشگذرانی لحظه‌ای. یعنی شما میرید یک مسافرتی، لذت میبرید، به تو خوش میگذره، برمیگردید با زندگی از نو، روزی از نو و همون مشکلات و همون حالتی که دارید دوباره شروع میشه. پس این موقتیه، این دائمی نیست. یه فیلمی میبینید، کمدی، خنده داره، میخندید، ولی دوباره برمیگردید سر خونه زندگیتون و همون فکر و همون مشکل و همون مسائل دوباره شروع میشه. پس خوشبختی با خوشگذرانی خیلی تفاوت داره. خوشگذرانی احساس زودگذره که به شخص دست میده و بعد تموم میشه، مثل یک پیت بنزینه که شما میزنید گور میگیره میره بالا، ولی بعد از 20 دقیقه هیچی از اثری از آثارش نیستش، در حالی که خوشبختی احساس نیست، ثابته، دائمیه. خوشبختی بر اساس اتفاقات نیست که بگیم امروز دلار رفت بالا پس من خوشبختم چون یه عالمه دلار دارم. خوشبختی بر اساس اتفاقات باشه، موقتی و زودگذری. حالا هر کسی راه و روشی برای خوشبختی داره، پیشنهاد میکنن اینا نویسنده هایی که گفتم، پیشنهاد هر کسی راه و روشی رو برای خوشبختی پیشنهاد میکنه. مثلا از نظر روانشناسا خوشبختی کس خوشبخت کسیه که سلامت ذهنی داشته باشه، سلامت فکر داشته باشه، مثبت فکر کنه، مثبت عمل بکنه. میگن خوشبخت کسیه که آنچه فکر میکنه، آنچه که میگه و آنچه که هست یکی باشه. میگن این خوشبخته.
اگه عملش، فکرش، گفتارش با هم یکی باشه، این خوشبخته. شخص دیگه گفته خوشبختی اینه که گذشته رو فراموش کنی، نگران آینده نباشی و تمرکز روی امروز باشه. این خوشبختیه. یا میگن خوشبخت چیزی نیست، خوشبختی چیزی نیست که برای شما آماده کرده باشه شما برید بگیرید. این فقط بستگی به خودت داره که اون رو با تلاش خودت به دست بیاری. میگن خوشبختی رو باید به دست بیاری. شخص دیگه گفته خوشبختی یک انتخاب، نتیجه کار یا چیزی نیست. هیچ چیز شما رو خوشبخت نخواهد کرد تا زمانی که خودت تصمیم بگیری خوشحال و خوشبخت باشی. تمامش بستگی به خودت داره. معتقد خوشبختی سراغ شما نمیاد، بلکه خوشبختی در خود شماست. شخص دیگه گفته خوشبختی مثل پروانه است. دیدید دنبال پروانه میرید، هرچی دنبالش میرید بیشتر اون پرواز میکنه میره. میگه باید آروم باشی تا خوشبختی بیاد رود بشینه. بعضی اعتقادشون اینه. عقیده دیگه اینه که راه به دست آوردن خوشبختی اینه که کمتر فکر کن، کمتر حرف بزن، بیشتر گوش کن. کمتر قضاوت کن، بیشتر بپذیر. کمتر تماشاچی باش، بیشتر عمل کن. کمتر شکایت کن، بیشتر قدردانی کن. کمتر نگران باش، بیشتر دوست داشته باش، محبت کن. بعضیا این راز خوشبختیشون. نظر دیگه اینه که خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، بلکه لذت بردن از داشته هاست. بعضیا میگن این چون هر وقت بخوای همیشه یه چیزی کم داری، همیشه یه چیزی نیست، هر چقدر داشته باشی باز یه چیزی کم داری، و میگن این آدم هیچ وقت خوشبخت نیست. ملاحظه کردید چقدر نظرها متفاوته؟ هر کس یه نظر متفاوتی میده، عقیده ای راجع به خوشبختی داره. بیشتر مردم خوشبختی رو در اتفاقات میبینن، در چیزایی که دوربرشون اتفاق میفته. مثلا اگر همه چیز بر وفق مراد ما باشه، اون وقت خودشون رو خوشبخت میبینن، میگن من خوشبختم. اما وقتی چیزی خوشایند نیست، برعکس ما احساس بدبختی میکنیم. اکثر کسایی که بیماری افسردگی میگیرن به خاطر همین، چون همیشه فکر میکنن یه چیزی تو زندگیشون کمه. من از دیگران بهتر نیستم، دیگران از من بهتره، موقعیتشون بهتره، شغلشون بهتره، قیافشون بهتره و چیزهایی دیگه. همیشه یه چیزی کم داره. شخصی گفته دو چیز مانع خوشبختی میشه. یکی چیزهایی که میخواییم و به دست نمیاریم، و دوم چیزهایی که میخواییم و به دست میاریم. به طور مثال یه عده‌ای در آرزوی چیزایی هستن مثل کار با درآمد خوب، پسنداز خوب، خانواده خوب تا خوشبخت بشن، و یه عده دیگه تمام این چیزها رو دارن اما اصلا احساس خوشبختی نمی‌کنن. و با اجازتون ما هم می‌دونیم عده زیادی که کم نیستن پول رو عامل خوشبختی می‌دونن، چون میگن پول قدرت داره. پول برای انسان رفاه میاره، پول برای انسان رفاه میاره، اما نمیتونه به شما آرامش بده. شما ممکنه توی یک اتومبیل بسیار مجهز و شیک آخرین مدل باشید اما احساس خوشبختی نکنید. اما برعکس یه نفر ممکن با اتوبوس داره رفت و آمد میکنه، ایاب و ذهاب میکنه، اما احساس خوشبختی میکنه، شاده. حتما اینا رو شنیدید که میگه تو میتونی با پول تخت خواب بخری، نمیتونی خواب بخری. تو میتونی با پول غذا بخری اما نمیتونی اشتها بخری. تو میتونی با پول امکانات و رفاه بخری اما آرامش و شادی رو نمیتونی بخری. با پول میتونی تملق و نمیدونم تعریف و تمجید رو بخری اما نمیتونی محبت رو بخری. داشتم سرگذشت خیلی از افراد ثروتمند رو میخوندم. حتما شنیدید راکفلر
ثروتمند معروف دنیا بود که گفته من میلیون ها خودش داره میگه. میگه من میلیون ها دلار به دست آوردم اما حتی هرگز این پول ها برای من خوشبختی به اعتبار نیامد. برمقام نیامد. جان جیکاب میلیونر دیگه گفته من بدبخت‌ترین آدم دنیا هستم که تمام عمرم رو صرف به دست آوردن پول کردم. بهترین اوقات زندگی ما میگه صرف به دست آوردن پول کردم. هنری فورد که سازنده کارخونه ماشین فورد هستش اینطور میگه زمانی که هیچ ثروتی نداشتم و فقط شاگرد مکانیک بودم بیشتر از هر زمان دیگه ای از شادی و آرامش برخوردار بودم. میلیونر دیگری به نام اندرو کارنگی گفته که کمتر میلیونری رو پیدا میکنی که از صمیم قلب لبخندی به صورت داشته باشه. اینا میتونید سرچ کنید، اینا واقعیتاییه، اینا ثروتمند بودن. ثروتمند وقتی میگیم میلیون و میلیارد ها داریم راجع به اون صحبت میکنیم. پس به طور کلی این تعریفی که دنیا از خوشبختی داره اینه که اگه موفق باشی، اگه ثروتمند باشی، اگه مشهور باشی، زیبا و سلامت باشی، میتونی خوشبختی رو تجربه کنی. اما اگه اینا معیار خوشبختی بود، پس چرا بیشتر کسایی که دارای این چیزا اصلا خوشبخت نیستن؟ اگه با آمار ارقام خودکشی نگاه کنیم، میبینید در چند سال گذشته افراد موفق و ثروتمند با داشتن ثروت زیاد، شهرت زیاد دست به خودکشی زدن. احساس خوشبختی نکردن. و حتی دست به خودکشی زدن. نمونه از اون اشخاص به نام آنتونی بوردین هستش. نمیدونم سریال این شخص رو دیدید. ایشون یکی از سر آشپزهای معروف دنیا بود. ایشون هم نویسنده بود، هم طراح مد بود و تو تلویزیون برنامه‌هاشو انجام میداد. دائما یه سریال‌هایی بود که به کشورهای مختلف این آشپز مسافرت میکرد و غذاهای اونها رو تجربه میکرد. ولی خودش رو القابیز کرد. در سال 2018 خودش رو القابیز کرد. یکی دیگه از افراد مشهور رابین ویلیامز، هنرپیشه مشهور هالیوود. او برنده جایزه اسکار شد. شو تلویزیونی داشت، یکی از موفق‌ترین کمدین‌ها بود. همه اکثر فیلماش کمدی بود و مردم می‌خندیدن. اما اصلا خوشحال نبود. خودش اصلا خوشحال نبود. در سال 2014 خودش رو در منزلش حلق‌آویز کرد. من میتونم به این لیست 50 نفر دیگر رو اضافه کنم براتون بدم که در حوصله این جلسه نیست که در دهه اخیر، فقط در 10 سال اخیر این افراد خودکشی کردن. پس میبینیم حتی رسیدن به خواسته‌ها و آرزوها باعث خوشبختی نمیشه. تعریفی که دنیا از خوشبختی میکنه و روشهایی که پیشنهاد میکنه باعث خوشبختی کسی نشده. حالا در کتاب مقدس میخونیم که هیچ کس تا به امروز به اندازه سلیمان نبی که پادشاه بود ثروتمند نبود. نه پادشاه قبل از او، نه پادشاه بعد از او به اندازه او تا به امروز ثروت نداشته. هر سال فقط این آقا 25 تن طلا به ارزش 40 میلیارد دلار در اون موقع، الان به ارزش الان 25 تن طلا هدیه میگرفته. براش هدیه می آوردن. 25 تن طلا ثروت او برآورد شده با اون چیزایی که کتاب مقدس میگه 2.2 تریلیون دلار تخمین زده شده. نه میلیون، تریلیون. غذای یک روز خانواده سلیمان عبارت بود، در اول پادشاهان باب 4 میخونید اینو، عبارت بود غذای یک روزش 4 تن آرد، 10 تن بربور، 30 گاو پرواری، 100 تا گوسفند به اضافه آهو و گوزن و غزال و مرغای فربه. سلیمان 4000 آخور برای اسبای خودش داشت. ایران کتاب مقدس بوده. 4000 آخور برای اسبای عرابه‌هاش و 12000 سوارکار در استخدامش بودن.
سلیمان بر همه چیز، کشورها و پادشاهان در غرب رودخانه فرات و تیفاسه تا غزه فرمانروا بود. میخوام بگم اگه بگید ثروت باشه، خوشبخت باشیم، میخوام بگم این من چی داشت؟ حالا بقیه شو گوش کنیم. اگه میخواید ببینید که چرا مصرف روزانه منزل سلیمان اینقدر زیاد بود، حالا بهتون میگم. اول پادشاهان باب 11 رو بخونید. سلیمان 700 تا همسر قانونی داشت. یا اعضای کلیسای ما 700 همسر رسمی داشت، 300 زن سیغه داشت، یعنی 1000 تا زن. حالا حساب بکنید اینا 1000 تا را ضرب در چند تا 5، حالا نمیدونم 5 تا 10 تا بچه، حالا نمیدونم چند تا. پس ببینید مصرف خونه این آقا چقدر بود. حالا حساب کنید که چجوری بود. گرفتید؟ حالا اجازه بدید ببینیم خودش در این مورد چی میگه. دم در بس که یه عده‌ای هستن، لطفاً راهنماییشو کنید. ببینید چی میگه حالا این آقایی که همه چیز داره. ببینید چی میگه در کتاب جامعه باب 2، خودش داره اینو میگه. به خودم گفتم، سلیمان داره به خودش میگه، به خودم گفتم عیش و عشرت را تجربه میکنم و از زندگی لذت میبرم، اما دیدم آن هم بیهوده است. 25 تن طلا، یادتون نره، میگه همه چیز رو من تجربه کردم اما فهمیدم که همه چیز بیهوده است. همچنین دریافتم که خنده و شادی نیز احمقانه و بیفایده است. در آیه 3 میگه هرچند از دل مشتاق کسب حکمت بودم، تصمیم گرفتم که خود را با شراب شادمان سازم و حماقت را امتحان کنم. یعنی بیبند و بار شد، بذار برم به این بزنم، به سیم آخر، و فکر کردم که این بهترین راهی است که انسان می‌تواند زندگی کوتاه خود را سپری کند. کارهای بزرگی انجام دادم، برای خود خانه ها ساختم، تاکستان ها درس خواندم، باغ‌های پر از گل ساختم. ببینید دنبال خوشبختی بود، دنبال خوشحالی بود. ببینید چی کارا کرد. و در آنها از هر نوع درخت میوه‌دار نشاندم و آب انبارهای بزرگ برای آبیاری آنها ساختم. علاوه بر آنها میگه در آیه 7 میگه غلامان و کنیزان بسیار خریدم و صاحب غلامان و کنیزان خانه‌زاد شدم. هیچ یک از کسانی که پیش از من در اورشلیم حکومت میکردند به اندازه من گلورم و دارایی نداشتند. نقره و طلا و گنجینه های پادشاهی را که به من بر سرزمینشان حکومت میکردن برای خود جمع کردن. گروه سرایندگان داشته. ببینید چی میگه. میگه سرایندگان مرد و زن برای سرگرمی من میسردن، یعنی برای شو اجرا میکردن. هر چقدر که دلم میخواست برای خود زنهای زیبا گرفتم، ولی من شخص بزرگی بودم، بزرگتر از همه کسانی که قبل از من در اورشلیم زندگی میکردند. در این حال از حکمت و دانش نیز برخوردار بودم. هر چیزی که میدیدم و میخواستم به دست میآوردم و خود را از هیچ خوشی و لذتی محروم نساختم. از هر کاری که میکردم لذت میبردم و همین برای من پاداش بزرگ بود. حالا ببینید در آخر چی میگه. همه اینا رو دیدید؟ هر کار، یعنی هر چیزی که میدیده خوشش میومده اونو میگرفته، میگفته اینو برای من بیاره چون تواناییشو داشته. حالا ببینید چی میگه. اما وقتی به کارهایی که کرده بودم و زحماتی که کشیده بودم فکر کردم، فهمیدم که همه آنها مانند دنبال باد دویدن است، بیهوده و بیفایده بودن. چیزی که من و شما امروز خوشبختی میدونیم این آقا داشته، سلیمان نبی، ولی حالا داره میگه همش بیهوده بود، پی باد دویدن بود. این شهادت شخصیه که همه چی داشت. هر چیزی که انسان امروز آرزوشو داره، شما الان آرزوشو دارید، این اون داشت. اون داشت اما در نهایت فهمید اینها خوشبختی نمیاره. در نتیجه گفت تمام اونها به دنبال باد دویدنه، بنابراین هیچ تضمینی وجود نداره که رسیدن به آرزوها
باعث خوشبختی و سعادت ما میشه. پس از نظر بیشتر مردم خوشبختی یعنی رسیدن به آرزوهامون، خواستهامون. با بعضی صحبت میکنیم میگه اگه من اینو داشتم میگه کافی بود، اگه من اینقدر پول داشتم، اگه من اینو داشتم اونو داشتم دیگه خوشبخت بودم، کار خوب، درآمد خوب، پسنداز خوب و غیره. اما عیسی مسیح که صاحب خوشبختیه، خوشبختی رو طور دیگه ای تعریف میکنه. امیدوارم این مطلب رو امروز ما بگیریم، چون خیلی از ما وقتمون، انرژیمون صرف این داره میشه. چرا جلسه نمیاد؟ چون کار میکنم. چرا کار میکنیم؟ آه نمیدونید، آه دست رو بنام نزده. صبح یه مطلبی رو گفتم به شخصی، چندین بار دعوت کردم تو جلسه شرکت کنه و گفت کار دارم، آقا نمیدونید چقدر سرم شلوغه، حالا یه وقتی شد میام. بعد بحثمون، صحبتمون ادامه پیدا کرد، گفت که شنیدید مکس امینی داره میاد برمینگام؟ گفتم نه من نشدم. گفت آره داره میاد، دارم میام، بلیتش هم خریدم، 50 پوند پول بلیت داده، حالا باید از شهرستان بیاد اینجا، حتما 20 پوند هم پول تیکتشو میده که بیاد اینجا، حتما باید یه چیزی هم بخوره، بالاخره 100 پوند براش انرژی داره، وقت داره، میاد، ولی برای جلسه کلیسایی وقت نداره، بیزیه. چرا؟ فهم کنه اگه بره 4 تا جوکون بگه و بخنده بعد همه چی درست میشه، همه چی درست میشه، در حالی که کلیسا به ما درس زندگی میده، کلام خدا به ما درس زندگی میده، درسی که ثابته، همیشگیه، پابرجاست. میگه خوشا به حال آنان که کلام خدا را میشنوند، راز خوشبختی اینه، خوشا به حال آنان که کلام خدا را میشنوند و آن را به جا میآورند. میدونی مختره و سازنده هر کالایی منوئل باش داره، با اون میده دفترچه باش میده که چطور از اون استفاده بکنی. مثلا مکروبه برای لباس خوش کردن نیست، بعضی ها با اون دیدم لباس خوش میده. امتحان نکنید لطفا خونه. پس بنابراین وقتی که یه چیزی رو میسازن میگن چجوری ازش استفاده کنیم. خدا ما رو آفریده و گفته راز خوشبختی شما بودن با منه. هر چقدر از من دور بشی مهمی چی دارید؟ خوشبخت نیستید، شاد نیستید. این اون منوئلیه که خدا وقتی ما را آفرید به ما داده. وقتی آدم و حوا را آفرید این بود که با من باشید شادید. برای همین ما میریم پسنداز میکنیم ولی خوشحال نیستیم، کار پیدا میکنیم اما هنوز خوشحال نیستیم، قبولی اینجا رو میگیریم اما هنوز خوشحال نیستیم، همیشه یه چیزی کم داریم. و جالب اینجاست، سوالی که باید از خودمون بکنیم، آیا دنیای ما خوشبخته؟ شخصی گفته دنبال خوشبختی در این دنیا نباش چون رو پیدا نخواهی کرد. مهم نیست چقدر خوشحالی الان هست، چقدر خوشحالی، چون دیده شده با یه سیل و زلزله همه اون رو از دست میدیم، همه اون رو از دست میدیم. در همین کشور انگلیس هر ساله 71 میلیون پوند خرج مداوا و داروی کسانی میشه که استراب و فقط نگرانی داره. 71 میلیون پوند فقط برای اینکه استرابه، در ناراحتیه. مخارج مداوای بیماری، بیمارایی که دچار افسردگی و چیزهای از این قبیل هستن سرسام‌آوره، به بیلیون پوند میکشه. افرادی که فقط قرصای افسردگی رو میرن دکترها بهشون تجویز میکنن. جایی که کشور تمدن حساب باید اینجا همه فکر کنیم همه باید خوشحال باشن، اینطور نیستش. تنها در کشور انگلیس این آمار واقعیه، برید نگاه کنید، بین 13-16% بزرگسالان دچار افسردگی هستن.
13 تا 16 درصد در این کشور. اگه کشوری پیشرفته مثل انگلیس که از نظر اقتصادی مقام پنجم رو در دنیا داره، این طوره تعداد افرادی که دچار افسردگی هستن، این آمارشه، پس حساب کنید تو مملکت ما چقدره، چه فاجعه ای هست. و در کشورهای دیگه در آماری که در سال 2019 گرفتن تا ببینن مردم کدوم کشورها در رفاه بیشتری هستن، خوشبخت هستن، شاد هستن، این آمارا به دست مونده. 5 کشور به ترتیب مقام اول تا پنجم رو به خودشون اختصاص دادن. به این صورت که کشور فنلاند اول شد برای اینکه مردمش خوشحالن، و به این ترتیب دانمارک، نروژ، ایسلند و هلند مقام‌های دوم تا پنجم رو کسب کردن، که اینا در اروپا، در کشورهای دیگه، اینها خوشحالترین افراد هستن، مرفه‌ترین افراد هستن. این آمار بر اساس رفاه مردم گرفته شده، این از یادتون نبرید، بر اساس رفاه گرفته شده، یعنی خوشبختی مردم رو در رفاه دیدن. همه چی، اون چی که نیاز داره از فراهمه. حالا ببینید تو همین کشورها، میخوام ببینید چه اتفاقی میفته. این آمار چنیدی؟ آمار رو نگاه کنی، هر سال در فنلاند که اول شده برای خوشبخت بودن، جمعیتی حدود 5.5 میلیون داره، هر سال 878 نفر خودکشی میکنه. این اما کشوری که رتبه اول رو در رابطه با رفاه مردمش داشت. در کشور سوئد هر سال 1476 نفر خودکشی میکنند. در آلمان 11350 نفر. در فرانسه 11505 نفر. در ژاپن 23532 نفر. در بلژیک 2377 نفر. در روسیه 45178 نفر هر سال خودکشی میکنند. این آمار نشانگر عدم خوشحالی مردم در این کشور هست. رفاه دلیل نمیشه شما خوشحالی، خوشبختی. این گزارش همچنین شامل توضیحات و تجزیه و تحلیل اقتصاددانان، روانشناسان، کارشناسان سیاست عمومی در امور مسائل فوری در رفاه هست. گرفتید؟ راجع به خوشبختی صحبت میکنه. ما همه اون دنبال خوشبختیم. دنیای ما اصلا خوشبخت نیست. مهم نیست از چه طبقه باشید. ترس و نگرانی، عدم اطمینان از فردا که چه اتفاقی میفته، خوشبختی و آرامش را از مردم گرفته. همه اینا، نمیخوام ناامیدتون کنم، اینا تعریفیه که دنیا از خوشبختی داره. حالا ببینید کتاب مقدس چی میگه. تعریف کتاب مقدس از خوشبختی کاملا متفاوت از تعریفایی که شنیدی که دنیا از خوشبختی داره. یکی از مهمترین موعظه های عیسی مسیح که بی‌نظیر بود در متی باب 6 و 5 و 6 و 7 است، که اگر هیچ جایی کتاب مقدس رو نمیخونید، این سه باب رو لطفاً حتما بخونید، چون تمام شیره کتاب مقدس، عهد جدید، اناجیل در این سه بابه. و راز خوشبختی رو اینجا عیسی مسیح میگه. این تعلیم مسیحیته. این سه باب تعلیم مسیحیته. اگر هر ایماندار مسیحی فقط این سه باب رو، این سه فصل رو از کتاب مقدس رعایت کنه و انجام بده، خوشبخت‌ترین و سعادتمندترین شخص در دنیا خواهد. فقط سه بار، سه فصل. برای من جالبه، عیسی مسیح موقع موعظه خودش رو با خوشبحال‌ها شروع میکرد. این به خوشبحال‌ها معروفه. عیسی مسیح میگه خوشبحال اونا بلا حالا توضیح میدم. این خوشبحال‌ها به اون چه دنیا به ما تعریف میکنه، که میگه خوشبحال اگر شغل خوبی داری، خوشبحال اگر همسر خوبی داری، خوشبحال اگر
پسنداز خوبی داری یا و غیره و غیره غیره. ولی عیسی مسیح اینجا یه خوشبالایی میگه که اصلا متفاوته. و جالبه این خوشبالا مثل یک نبردوان هشت پله‌ایه که شما رو از اول میبره بالا پله به پله، ما رو به سوی خوشبختی میبره. حالا ببینید چی میگه عیسی مسیح. میگه خوش به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان. همه میگن خوش به حالت اگه ثروتمندی. عیسی مسیح داره میگه خوش به حالت اگه فقیر، فقیر در روح، مسکینان در روح. چون راز خوشبختی اینه که بفهمی کی هستی اول، ببینی چی احتیاج داری اول، بعد بری دنبالش. بعد میگه خوشحال به حال ماتمیان، نمیگه خوشحال به حال اونایی که خوشحالن، میگه خوش به حال ماتمیان زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوش به حال حلیمان زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوش به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا آنان سیر خواهند شد. خوش به حال رحیمان زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوش به حال پاک دلان زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوش به حال صلح‌جویان زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوش به حال آنان که در راه عدالت آزار می‌بینند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوش به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند، آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیه‌تان بگویند. کجای همچین تعلیماتی میده؟ کی همچین تعلیماتی تا به امروز داده؟ خوش به حالتون اگر فروتنید، خوش به حالتون اگه ندارید، خوش به حالتون اگه ماتم هستید. منظور ماتم این نیستش که بزنید تو سرمون، منظور این که دیگه اول خوش به حال فقیران و بعد برای این احتیاج خودت ماتم بگیرید. بگی من نباید بعضم این باشه، خدای من کمک کن. و اون موقع است که کمک خدا میگذره. در این خوشابالا میگه آنچه در درون ما میگذره مهمتر از اون چه هست که در اطراف ما میگذره. ما به دنبال خوشبختی در اطراف خودمون هستیم، اما در واقع باید اون رو در خودمون جستجو کنیم. خوشبختی در منه، باید پیداش کنم. هر کدوم از این خوشابالاهای مسیح توضیح مخصوص خودش رو داره که متاسفانه وقت اینجا نیست که راجع به اونا صحبت کنیم. اما در این آیات که رمز خوشبختی، هیچ حرفی از ثروت، مقام، موفقیت زده نشده. هیچ کدوم از این خوشبختی ها مربوط به اتفاقات اطراف ما نیست. قیمت دلار و پوند پایین بالا بره نیست. جنگ غزه و حماس نیست. جنگ ایران و اسرائیل نیست. هیچ کدومش بستگی به اینا نداره. اولی مورد عیسی مسیح طور میگه خوش به حال فقیران در روح زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشانه. دنیا میگه ثروتمند باش، اما در اینجا عیسی مسیح میگه خوش به حال فقیران. منظور از فقیر بودن این که بدونیم احتیاج اصلی من گفتم چی هست. ما برای خدا آفریده شدیم و هیچ چیزی ما رو خوشحال نمیکنه اگر از او جدا باشیم، اگه به او متصل نباشیم. همونطور که در شروع جلسه این رو خدمتتون عرض کردم، خدا ما را نفرید که بریم دنبال خوشبختی. خوب دقت کنید، اگه چیزی رو نگرفتید این قسمت رو بگید. خدا ما را نیافرید که بریم دنبال خوشبختی. خدا ما را خوشبخت آفرید. خدا ما را خوشبخت آفرید. ما هیچ کمبودی نداشتیم. کمبودها، بدبختی ها، ناراحتی ها، نگرانی ها از زمانی شروع شد از اون دور شدیم. و علت دوری انسان گناه بود. انسان تصمیم گرفت از خوشبختی دور بشه و حالا اصل رو گم کرده که حضور خداست، دنبال پول و چیزهای دیگه است که خودش رو خوشبخت کنه. ولی هرچی از این طرف میره بیشتر درگیر میشه. پیغام انجیل اینه که خدا مایل ما رو خوشبخت. در ارمیا ما به 29 آیه 11 خداوند میگه خواست و اراده من سعادت شماست، نه بدبختیتان. و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی بدم. ما قادر نیستیم خودمون رو خوشبخت کنیم.
نمیدونم کجا دارید دنبال خوشبختی شما الان میگردید، ولی ما قادر نیستیم خودمون رو خوشبخت کنیم. الان اون چه در دنیا داره میگذره نشون دهنده اینه که انسان قادر نبوده خوشبختی رو به دست بیاره، چون برداشت غلطی از خوشبختی داشته. سی اس لوئیس نویسنده مسیحی میگه انسان موجود عجیبیه، چون برای لذت و شادی به هر چیزی مثل مواد مخدر، الکل، پول، چیزهای دیگه رو میاره که تمام اونها مخرب و موقتی هستن، اما شادی بی نهایت و همیشگی رو که خدا پیشنهاد میکنه رد میکنه. بعد میگه مثل این میمونه که بچه ها دارن تو گل لذت میبرن، گل بازی میکنن تو کوچه های کثیف، اما تعطیلات کنار ساحل رو، اون گلبازی رو به تعطیلات کنار ساحل، اون دریای شفاف ترجیح میدن. سعادت و خوشبختی به دست آوردنی نیست، چون خدا اون رو به ما آماده کرده. تنها کاری که باید بکنیم فقط اون رو دریافت کنیم. پیغام انجیل اینه که خدا مایل ما رو خوشبخت و سعادتمند بکنه. در باب 15 انجیل لوقا پسر گم شده رو یادتون هست مثالش رو؟ رفت دنبال خوشبختی، ولی بدبخت‌ترین آدم دنیا شد و برگشت گفت چی؟ از خونه پدر رو ترک کرد. فکر میکرد خوشبختی در لهو و لعب و شادی و پارتی و ایناست، ولی وقتی سرش به سنگ خورد گفت غلامی خونه پدرم ارزشش بیشتر از اینجاست که من اینجا بمونم، و برگشت و خدای پدر رو پذیرفت، پدرش رو پذیرفت که نشانگر خداونده. اجازه بدیم با این داستان تموم کنیم. یک شخصی برای گرفتن مالیات به نزد یک کشیشی رفت. کشیش هم باید مالیات بدن. این کشیش از نظر مالی وضع خوبی نداشت، تعجبی نداره. مأمور مالیات به او گفت لطفا لیستی از دارایی خودت بده، بنویس تا من مالیات تو رو مشخص کنم که چقدر باید بدی. کشیش گفت من مرد بسیار ثروتمندی هستم. و بعد از مدتی لیست دارایی خودش رو به این ترتیب به مأمور مالیاتی داد که این لیست شما میتونه باشه. نوشته بود من دارای زندگی ابدی هستم، من دارای خانه و مکانی در آسمان هستم، من دارای آرامش هستم. اینا همه آیه داره، یوحنا 3:16، یوحنا 4:2، من دارای آرامش هستم، فیلیپیان 4:7، من دارای شادی عظیمی هستم، غلاطیان 5:22، من دارای محبتی هستم که هرگز از بین نمیره، اول قرنتیان 13:8، من دارای قدرتی هستم که غیر قابل توصیفه، فیلیپیان 4:13، من دارای چشمه آبی هستم که هرگز خشکیده نمیشه، یوحنا 4:14، من دارای نوری هستم که هرگز از بین نمیره، متا 5:14، من دارای کارخانه‌ای هستم که تولیدات اون محبت، خوشی، سلامتی، هر مهربانی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری است. این ثروت آسمانی ماست که تمام ایمانداران مسیح اینو دارا هستن. شما ثروتمندید، به عبارت دیگه شما خوشبختید، شما خوشبخت هستید. در مسیحیت خوشبختی هدف نیست، بلکه محصول جانبیه، یعنی نتیجه اعتماد و ایمان به خدا بنده. عیسی مسیح فرمود در متا باب 6 آیه 33 راز خوشبختی اینه، راز خوشبختی اینه اول ملکوت خدا رو به طلبید، بقیه چیزها به شما داده خواهد شد. اگر اول ملکوت خدا رو به طلبید بقیه چیزها، اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه نیازهای شما رو برآورده خواهد ساخت. در رسول 4 میگه پس قصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز میباشد. مشکلات هر روز برای همون روز کافیه، لازم نیست مشکلات روز بعد رو به اون بیفزایید. سوال،
آیا شما خوشبختی؟ آمین. آمین؟ آمین. بیسی با خداوند تو رو شکر میکنیم که ما رو خوشبخت کردی. گرچه این خوشبختی رو به خاطر گناه از دست دادیم، اما تو توسط عیسی مسیح با بهای گزافی که پرداختی اون رو به ما برگردوندی، اون رو به ما هدیه دادی. خداوند برای همینه در کلیسا ما سرود میخونیم چون خوشبختیم. برای همین گریه نمی کنیم بلکه شادی می کنیم چون خوشبختیم. برای همین شکرگزاری داریم چون تو ما رو خوشبخت کردی. ممنونیم که هیچ چیز نیکو رو از ما دریغ نکردیم و نخواهیم کرد. ولی خداوند من خوشبختم چون تو با منی و این وعده رو دادی. هرگز من و ما رو رها نمی‌کنی. چون تو وعده دادی هیچ چیز، هیچ کس، هیچ قدرتی قادر نیست ما رو از محبت تو جدا بکنه. شکر می‌کنیم که خداوندا همواره در پی خوشبختی ما هستی. گرچه از دستای تو فرار می‌کنی، خداوندا از اراده تو خارج می‌شیم. بارها و به دفعات، اما تو با محبتت ما رو دنبال میکنی و به فکر ما هستی. خداوند ممنون تو هستی. ما رو کمک کن در خوشبختی باقی بمونیم چون خوشبختی در توست. شکر جلال و نام تو به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. شکر خدا رو شکر. سرود میخوریم برای خداوند.